سلام و درود دوستان عزیز با آرزوی بهترین احساس ها برای شما سوالی پیش اومده در مورد برابری مهدوی و جامعه مهدوی و همطور که میدونید من اصلا از دید مذهبی و شیعی به قضیه اصر آخر زمان و امام مهدی نگاه نمی کنم و کاملا موضوع انسانیه من امام مهدی رو با مهدویت و مهدویت رو صد درصد انسانی پیش خودم کردم اصلا دینی مذهبی و همطور که گفتم اتیس کافر مرتد جم دارم یهود هر کسی میپذیره این جامعه انسانی رو و اون من گذاشتم شده و قرار نیست دینی بر همه مردم دنیا تحمیل بشه قرار نیست دین همه مردم دنیا عوض بشه و این این ای یک آرزوی در واقع کودکانه و غلطی هست و سوالایی که پیش آمده تو کامنت ها و دیدگاه ها جا میخوام جواب بدم از دوستان سوال میکنن گستن که برابری مهدوی چیه فرقش با کمونیست چیه و این چیزی که من مطرح کردم بالا اینا ایده خودم رفتی به شیعه نداره و رفتی به مذهب نداره رفتی به امام مهدی نداره این یک تئوریه که من مطرح کردم که گفتم این وضعیت میتونه به جامعه آرمانی مهدوی در آخر زمان شبیه باشه و شبیه چنین حالتی در آخر زمان رخ خواهد داد من بارها گفتم عدالت یک سیستم و یک ماشین بسیار پیشرفته هست که باید با علم کشف بشه با علم جامعه شناسی شناسی کشف بشه و اینطور نیست که ثروت از پولدار بگیری بده فقیر عدالت بشه دوباره این عذاب رو در تاریخ انجام داد بشر از ثروتمند گرفت به فقیر دوباره شد برگشت چون که قاعده غلط این یک ماشین بسیار پیشرفته است یک در واقع یک الگوریتم فوق پیشرفته است که تمام فاکتورهای اجتماعی و روانشناسی و انسانی و تاریخی و و آرکوتایپ ها یعنی سمبل های ذهنی توش دخالت داره شما نمیتونی خیلی زا فکر کنی ظاهر بین باشی و این رشد بشر و همزمان با رشد بشر ایده برابری و عدالت رشد خواهد کرد و نبود شیعه هم همینطور گفتم اسلام با شیعه خیلی فرق داره شیعه یک مذهبی هستش که تکامل پیدا کرده یه مذهب تکاملیه به مرور صده به صده قرن با قرن رشد پیدا کرده پروار شده و اصلا شیعه برابری طلبتر هست چرا؟ چون که اصلا شیعه مورد ظلم بوده اصلا شعوبیه به خاطر ظلم کثیف و نجات پرستانه اومویه تشکیل شده به خاطر همین شیعه ذاتش ادارت طلب با اسلام فرم میکنه اسلام همون چیزی بود که صدر اسلامی ها میگفتن زبیر میگفت ماویه میگفت چه میدونم کسای دیگه که قارون شده بودن و سروت تفاوت ثروت اعتقاد داشتن میگفتن حقوق ما از حقوق مردم باید بیشتر باشه ما در صحابه بودیم ما جنگیدیم ما قریشیم اینجور حرفا ما عربیم مثلا و اما شیعه نه شیعه اصلا با ایده برابری طلبی در دنیا تشکیل شد و پخته شد و تکامل پیدا کرد و در حال تکامل و سیراب شد به آبشخال ذهنی و فکری ایران باستان مهدی از ایران باستان میاد و این خیلی خیلی به شیعه کمک کرد همچنان باید روش کنه معایب زیاد داره هنوز اون تجری هست که در درون شیعه هست نجست و کافر دیدن غیر, بر... غیر همسان ها هست اینا باید عوض انسانی باید بشه دید صفر صدی نداشته باشه متاسب نباشه هنوز دوستان میان که استدلال میکنه که در قرآن چیزی گفت خب از 400 سال پیش انسان و فکر و ذهن بشر تکامل پیدا میکنه قرار نیستی که همه چیزی که با معیار 1400 سال پیش سنجیده بشه که متاسفانه من یک دونه حتی بچه مذهبی و معتقد به هم زمان ندیدم که ایده برابری داشته باشه همشون میگن نوش جون سرمایدار را نوش جون عبر میلیارد را فقط زکات بدن آخه چه حرف ساده انگرانه کجا زکات مشکل نابرابری مشکل ستم رو. تمام مدل‌هاش هم خود هم حکومت پیغمبر، خود هم حکومت خلفا و امام علی زکات مگه نبوده؟ چطور شده پس یک دفعه ثروت سعد نبی وبقاص و زبیر رو اینا شده؟ باید الف الف شطور فقط طلا و غنیمت و اینا شده و زکات هم میدادن؟ بعد شد جامعه فقیر و بدبخ مدل اسلامی هم در خود دوره پیغمبر نتونست مشکل حل کنه زکات اصلا زکات ایده مناسبی نیست برای اینکه جلو تجمع ثروت رو بگیره موجب فقر بیشتر میشه مدل دیگه هم جمهوری اسلامیه چهل سال حکومت جمهوری اسلامی تبدیل شد به یک جامعه ابر میلیاردری فاشیستی که در خفه میکنم ما رو جامعه ابر میلیاردر ایران و بدتر از صحیح نیست شده الان جامعه جامعه به اسم عدالت اومده عدل علی اومده شده جامعه صد درصد سوپر سرمایه‌داری منظرمان فاشیستی بیرم یا فاشیستیشون بیرم و پیشوندن هم خوب بلدم پروپاگاندا و تبلیغ و اینا هم بلدم نکته بعدی میبینم که اکسایی میذارم تفاوت اکویتی و اکوالیتی برابری و عدالت رو سعی میکنن جدا کنن یعنی که ما نمیتونیم به همه مثلا یه عکسی میذارن میگن مثلا قد بلند قد کوتاه مثلا دو شرخه قد بلند باید دو شرخه هم بلند باشه این توجیه که جریان های ثروت میکنن میگه کسی که قدش بلنده دو شرخه هم باید بلند باشه یا مثلا اون چوبی که زیر پاش میذارن باید در واقع اون کسی که قد کوتاه است پایاشون باید با هم فرق کن این مغلطه است برای فریب دادنه مثلا ربطی نداره عدالت برابری در یک دونه هم. جدا کردنش معنی نداره و کسی هم نگفته برابری به این معنی که همه توی سطح بگیرن و مثل کمونیستی باشه حالا میخوام بگم تفاوت کمونیستی و برابری رو و اول اینکه چرا کمونیست چه کس یه سال خوبی کرده کرد دوستان من دلایلش میگم اولا که ایده برابری ایده مقدسیه در طول تاریخ بوده از اول بوده به انسان ها به خاطر اون مقیاس که میکردن خودشون رو با زندگی بقیه و تمام انقلاب های دنیا بوده حتی انقلاب فرانسه انقلاب برابری طلب بوده و حضرت مزدک بسیار بشید و حضرت بردیا و کروش این اولین حکومت انسانی که میخواستن ایجاد بکنن حضرت کروش و حضرت بردیا بوده و اصلا حضرت بردیا داستان و کشته شدنش خیلی مظلومانه بوده دروغ بزرگ داریوش و کوتای خونین داریوش در انحراف تاریخ سعی کردن و اون شورش هیچ دیالت تجزیه طلبانه نبوده یک شورش خونخواهی عرضت وردیا بردیا بوده در تاریخ اتفاق افتاده که جرد و انحراف اون هستن مشابه چه حالتی در دوره پاپکان هم که کشتار خونین کرد که در پاپکان به جالب توضیح داده شده و چقدر بود هر بزرگ که حکیم در واقع در وضعیت انوشیروان عادل را هم توضیح داده که ستمگر بزرگی بوده و جنبش مزدگی جنبش انسانی برابری طلبانه بسیار مایه فروغ و مباهات ایران باستان بوده و جنبش و ایدای حضرت به آفرید دوره یعنی سی ست سال بعد از اسلام بسیار عالی و مدرن بوده و آینده جان چیزی در همین حدود رو خواهد داد شکی نکنید یعنی کروش دوم یا حضرت مهدی یا هر چیزی تفکراتی توی مایا هست که شما میگم رو خواهد داد در, در, جهان یک یک ماشین عدالت پیشرفته ساخته ذهن بشر پیاده خواهد شد و یک از این پیش تئوریا که من مثلا مطرح کردم چل برابر معیشت پایه یکی از اون مثال هاست که اینا توسعه خواهد یافت و پیاده خواهد شد شکی ندارم حالا کمونیست چرا شکست خورد گفتم که اصل ایده کمونیست زیباست برابری اما ایرادهایی که داشت اولا که تفاوت فردی توجه نمی کردن یه انسانی است که عرق خور بود هرچی پول در می آورد می رفت می خورد، خرج می کرد یکی پولش جمع می کرد ماشین خوب می خواست بخره خونه بهتر می خواست بخره بیشتر درس میخونده تفاوت فردی رو در نظر نمی گرفتن تخصص رو هم در نظر نمی گرفتن و متخصصین فرار میکردن و متخصصین همچه جذب جایی میشن که درآمدی بیشتر داشته باشه همه کشورها صادق هست و این در نظر گرفتن هست. یه بازه که این تفاوت های فردی و تخصص رو در نظر بگیره یه موردش این بوده و البته ایده کمونیسم گفت توی متخصصی که رفته دکتر شدی همون دوران یه دیدشان داشتن با چکش و داس و اینا داشتن کار میکردن که تو بری درس بخونی و تو وظیفت اینه که دید انسانی داشته باشی به مردم ولی ذات بشر یه ذات جا ثروت اندوز هست ما باید اینجور دیو درون بشر رو با قاعده بگیریم نه با نصیحت و با اخلاق و یا این چیزها با خیلی قاعده خیلی قوی باشه دوم این که کشور کمونیستی و کمونیست برای کشور ضعیف خیلی زیاد خرج کردن پولای خرج کردن وام کلان دادن و این پولا بر نگشت و این ضربه زد به ضرب اقتصاد شوروی و سوم نفوذ بسیار قوی در دستگاه هیئت حاکمه و نفوذ تصمیم گیری ها چیزی که در جمهوری اسلامی داره اتفاق میافته یعنی نفوذ برای اینکه شما پول تو بری جای هر تدر بدی و اونا این کاری کردن حکومت شوروی رو وادار به تصمیم گیری کردن که پولشون به جای هرز بره شوروی که دوره استالین بود منبع غلات دنیا اواخر شده بود وارد کننده غلات دنیا اصلا آمریکا رو وابسته کرده بود اواخر تو همه چی طوری که آخر این پروپاگاندای غربی باعث شد که برای مکدونال در کیلومتر صاف بایستن یه نونی که وسطش یک دونه وسطی که گوشته چیزی که در سنت همه کشورها و ملت ها هست و اونها احساس حقارت میکردن احساس عدم امنیت میکردن در حالی که یکی از خوشبختر ملت ها از نظر امنیت اجتماعی و بهداشت و بازنشستگی مال جامعه بود که توش کمونیستی بوده و اصلا بازنشستگی محصول کمونیسته و بیمه تامین اجتماعی محصول کمونیسته نه محصول حکومت های سرمایه و حکومت های سرمایه هر روز امریکا باشه روز این چیزها رو نداره و مخالفه و اصلا مخالف دادن تامین اجتماعی و بیمه و بازنشستگی و درمان و این هست و این خدماتی است که ایدای کمونیستی به جهان کرده هنوز دستراتش هست و این نفوذ در تصمیم گیری های حکومت شوروی باعث بوده که اینها در واقع پول و منابع کشور به هر از رفت و تبلیغات و پروپاگاندا هم بسیار مؤثر بوده که شکست خوردن و نتونستن از خودشون در برابر حجمه پروپاگاندای غرب دفاع کنند و مظاهری که غرب معرفی میکرد به عنوان خوشبختی روسا و کمونیستان نتونستن مظاهر خوشبختی رو به ملت خودشون این تفاوت ها رو نشون بدن تفاوت های زندگی رو و به خاطر هز رفتن منابع مالی به در جنگ های غیر ضروری در رقابت های جنگ سرد توسعه در اینا در آخر مشکل پیدا کرد و من معتقدم بیشتر این ناکارآمدی ها در اواخر حکومت شوروی اولا که تلقینی بوده خیلیش واقعی نبوده و دوما که تزریقی بوده و باعث شده که اینا عقب بمونن برگردن در شروع در توسعه خیلی پیشرفت بودن در علم و پزشکی و در هوافضا و همه چیز داشتن خوب پیش میرفتن ولی بعدها در اثر نفوذ و سیاست های غلط اینطوری شدش که به نظر اومد که به بنبست رسیده ولی به بنبست نرسیده بود همون شوروی میتونست تا لیگ ادامه پیدا کنه با همون سیستم البته که قابل اصلاح هم بود ولی به نظر اومد با یک اولین های مخملی دنیا بود که با این دیلسین و گرباچف احمق و اینا در واقع تن دادن به جرم جریان نفوذ در بدنه حکومت وقتی بعدی دادن آب و برق اینا مجانی بود و این خیلی غلط بود این ایده غلط به اون هم دو به داده بودن ایده ناپخته بود به هیچ وقت نباید آب و برق و گاز و اینا رو مجانی داد چون که بشر نمیفهمه که بشر اینا رو اصراف میکنه باز همطور که بارها گفتم همیشه زور باید چماقی حتی ریف با فرهنگ و متمدن انسان ها هم باشه یک انسان متمدن هم فهمیدم اگه زور بالا سرش نباشه باز رعایت نمیکنه اونها آب و برق و گاز منابع کشور رو بدون کنتر میدادن و خیلی از کشور دیگه هم میدندن و این هم شد که این کشور دچار آسیب دید باید در حد اون کشوری که جامعه برابری هست اینا باید به نظر من گرون ترین چیزها باشه آب و برق و گاز و بنزین اینا باید گرون ترین چیزها باشه چون که توان کمک میکنه به اصل برابری و باعث میشه که ثروت در جای مناسب تزریق باشه که در قضیه بهداشت باشه بیکاری باشه و خیلی چیز دیگه توسعه باشه و کمک میکنه و نکته بعدی اتحاد و ارتجاع اتحاد ارتجاع با سرمایداری بوده یعنی افغانستان مشاهد بودیم و هابیون القاعده چند میدونم و تمام گروه اسلامی متعادل که ایران و پاکستان هم کمک میکردن همین ملا عمر و امثال اینا رو آموزش میدادن تو بیرجند و یا درش پیشاور و شمال پاکستان و جای دیگه که بزرگترین اشتباه ایران بود نباید این کار میکرد بر ضد حکومت نجیب و باعث شد که اونا خداستیزی و شوروی رو علم کردن و این بهانه بود که شوروی متاسفانه احمقانه این بهانه رو داد که در جلوه ضد کلیسا ضد مسجد خداستیز این بهانه رو داد این بزرگترین اشتباهات رو روسا بود که ضد یک فطرت انسانی و الهی که خدا خواهی باشه و در واقع ماورا خواهی باشه ایستادن و این اشتباه بود نباید این کار میکردن بلکه باید این ایده خدا مهوری رو به سمت عدالت سوق میدادن نه اینکه در برابر عدالت قرار بدن و اونو در واقع شبیهش آرمان های شیعه که به سمت برابری خواهی گرایش داره اونا باید همین کار رو میکردن و نه اینکه در مقابل قرار می‌گرفتم و با بهانه رو به کل دنیای مذهبی اون موقع آمریکا دلسوز خدا شده بود اینکه شاه می اومد نامرز شاه تو سال 1945 تو دانشگاه تهران مسجد ساخت کمونیستا رو بدون کنکور سم... اخوندا رو بدون کنکور سهمیه می آورد دانشگاه از جمله همین روحانی و خیلی دیگه بدون سهمیه اومدن اونا با کمک ساواک که درس بخونن تو دانشگاه برای که از ترس کمونیستای دانشگاه بوده ایشا همیشه قانون اساسی میگفت که تو قانون اساسی باید به خدا تکیه شده این حرفا نبود که خدا شاه واقعا دلش برای خدا سوخته باشه مفتر کردن خدا در اون دوره به خاطر این بود که بهانه لازم برای سرکوب جمهوری کمونیستی وجود داشته باشه و این بزرگترین چیز و آمریکاییات خودشون قانون تصویب کردن یه مدت تو دهه 60 70 در قضیه خدا حتی روی اسکناساشون و جای دیگه می بودن اینجا خدا رو دستاویز قرار دادن برای حمله به کمونیسم ایده کمونیسم در کو، و اینا تونستن مذهبیان دنیا رو بترسونن که اینا جریان ضد خدایی هستن یا ضد دینی هستن و اینجا هم کمونیسم شکست خورد در پروپاگاندا و نتونست این حربه اونها رو خونسا کنه مثل اینکه الان ما خیلی تاکید داریم که باید بین یهود و صهیونیسم فرق بذاریم و بهانه رو ندیم دست جریان طبقه در دنیا که ما رو به یوستیزی متهم کنن و اونجا هم باید کمونیسم این بهانه رو به نمیداد به جریان طبقه که اینا رو به خدا ستیزی متهم بکنن و این کلیه موارد باعث شد که کمونیسم شکست خورد و این شکست میگم شکست حقیقی نبوده شکست تلقینی بود ایشون تلقین کردن که شما شکست خوردید باید فروپاشیده بشید و اونا وزیر رفتن این یک چیز مجراز مهم دیگه است که شما بدونید این شکست تلقینی نگاهی به شما تلقین میکنن که تو شکست خوردی و به انتها رسیدی که باید عوض بشه در حالی که میتونست ادامه پیدا کنه و تفاوت ایده برابری مهدوی و کمونیست، یکیش اینه که همین بازه تفاوت‌های فردی رو و تخصص رو شامل میشه این ایده که من گفتم چهل برابر معیشت پایی هر کس در دنیا میتونه ثروت داشته باشه بیشتر از اون باید به صندوق انسانی و توسعه انسانی در دنیا تا... یا هر کشوری سرریز بشه این... به این معنیه که تو یک امان انسان میتونه معیشت پایه داشته باشی یعنی ماشین یه خونه داشته باشی یه دونه ماشین خوب داشته باشه یه دونه ویلا داشته باشی و سفرهای خوب بری درمان داشته باشی بازنشستگی داشته باشی این تمام مردم دنیا اتوماتیک بازنشستگی داشته باشن درمان داشته باشن امنیت بهداشتی داشته باشن و کسی دغدغه زندگی بچه هاشو نخوره این شدنی ها راحت میشه و سروت من فرد در کشور حق داره چل برابر منشیت پایه منشیت سروت داشته باشه بقیهش سرریز باید بشه دیگه چی میخواد طرف بیشتر از چل تا مثلا خونه چل تا ماشین چل تا ویلا بقیه خود چی کار الان ما در ایران کسایی داریم که دو سه هزار پنج هزار واحد مسکونی دارن تو تهران جای دیگه خب این با قانون بشه وقتی قانون اساسی ما داره مسکن ملی هست کسی نمیفهمه حتی مسکن ملی یعنی که حق نداره کسی به تنهایی با یک کارت شناسایی کارت ملی پنج هزار تا واحد مسکنی بگیره گروگان بگیره چیزی که کالای استراتژیک یک جامعه است مسکن امنیت روانی میاره خیلی از اساتید دانشگاه و فرهنگیان و پرستارها این از خونه نداره این بدترین ناامنی روانی رو مسکن میاره که فاشیستایی از طبقه عبر ملیار مثل همین زد این آخوندی وزیر نکبت مسکن اینا مافیا هم جز مافیا این حکومت هستن اجازه نمیدن شما بتونید برید مسکن ارزان دست پیدا کنید اینا طبق توسعه آمریکا مسکن فقط باید برای طبقه عبر ملیار دون هر کشوری باشه و اجازه نمیدن مسکن ملی باشه ما ذات اسمن تو قانون اساسی ما مسکن ملیه ولی در مسکن دست طبقه اول میلیاردره اگه طبق همون قانون هر کس فقط میتونه چلتا تا حالا ممکنه بعضی بگن چل تا هم خیلیه ولی این نه اینطور نیست چون که واقعا کسی ما داریم که چند, دا چند, هزار هزار مسکن دارن تو ایران و جای دیگه خیلی تاثیر داره اون چل تا رو شما رزرو بدید خیلی در عدالت تاثیر داره حالا این نیست که همه معیشت پایه داشته باشن چه بسا چل برابر افرادی باشن که ضعیفتر از معیشت پایه باشن یعنی چل برابر از اون حد متوسطه که هر جامعه تعیین میکنه ضعیفتر باشن خب این باعث میشه که اون سرریزی های چل, چل مثبت باعث میشه که بریزه به چل منفی و این چل منفی ها بیان بالا برسن به سطح معیشت پایه و اونها هم اجازه نده که قارون ابر میلیاردر بشن مافیا تشکیل بدن لابی تشکیل بدن بشن یک طبقه ابر میلیاردر در دنیا و متاسفانه این بچه های مذهبی پتانسیل خوبی هن. خیلی خوب ولی برابری طلب نیستن این خیلی بده خیلی بدی حرفای غلطی تو گوش اینا وارد کردن بازمانده و پسمانده همون نبرد به جریان های که مذهبی که طبقه جریان طبقه در دنیا ضد کمونیست در کرده بود همونو دارن به این بچه های مذهبی به ویژه شیعه که جنبش برابری طلب هست تزریق میکنن که آقا شما رضایت بدید به زکات آقا بابا ما به زکات رضایت دادیم دوره پیغمبر جواب نداد زکات دوره خلفا و امام علی جواب نداد زکات و نابرابری خرد شد و جامعه بار میلیاردری خرد شد که امام علی میخواست اصلاح کنه دیگه نتونست و همینطور در جمله اسلامی بهترین شاهده که شما 40 سال در زکات میگیرید خب چی شده به کجا خط شده یک طبقه ابرمیلیاردر فاشیست و بیرم همه چیز شما رو قبضه کرده داروی شما رو مافیا گرفته مسکن شما رو مافیا گرفته و همه چیزتون رو گرفته خب این نمیشه آقای دوست عزیز بچه مذهبی بچه های محب به با زکات شما هیچ وقت به جامعه آرمانی مذهبی و برابری نمیرسید اصلا طبقه ابرمیلیاردر شما رو دست میندازه شما رو بازی میگیره اجازه نمیده که. بعد اونا ریش هم میزنن ریش پشم هم میزنن خیلی هم میزنن تو دلت خوش آقا اون فلانی سروتمنده است ولی کدار کمک هم میکنه در حالی که اون پوشششه و این به خاطر همین این تظاهر تز، و در واقع تظاهر رو خودنمایی و ریا در جوامع مذهبی باید میشه که طبقه قبل ملیارده خیلی راحتتر بتونن برابری رو عدالت انسانی رو به گرگان بگیرن و باید برابری طلب باشه اما برابری کمونیستی نه اینکه صد درصد مساوی چل برابر منشت پایه مثبت چل برابر منشت پایه منفی این خودش هشتاد طبقه است اینه که من دارم میگم یعنی اون نگرانی که شما دارید که یک انسان مثلا تفاوت فردی رو شامل بشه و نشه این 80 لایه داره همین درجه این خود برابری خود برابری 80 لایه داره تا 80 لایه تفاوت رو پوشش میده و خیلی چیز دیگه هم هست مثلا من دارم میگم شما مثلا تو مثلا کروماتین دی ای تو سلول یا مورد دیگه دی دی سیم مثلا شما در ظاهر یه سیم میبینید ولی اون خودش صدها لایه است اون سیم نازکه مثلا کروماتین دی ان ای یا سیم صنعتی که میسازه اون خودش در درون خودش لایه مختلفی داره برابری یک سیمی به نظر میرسه یک لایه یه خط بری در باطن خودش تفاوت‌ها رو شامل میشه پوشش میده و ما باید برای شروع اول باید حد ثروت رو محدود کنیم کسی نتونه افسار گزیخته با یک کارت ملی ده هزار تا مسکن داشته باشه ده هزار اصلا این التهاب هایی که در دنیا ایجاد میشه به خاطر اینه که این پول سرگردان ناشی از زمین در واقع خلق پول که بانک های فاشیست ما انجام میدن بانک های سهی ما اینا کجا میره طرف یه دونه کارت ملی داره میره باش ده هزار تا ماشین میخوره ده هزار تا مسکن میخوره تو هر چیز وارد میشن التهاب و تورم و قحطی و اعتکار ایجاد میکنه این با جلوش گرفته بشه مخصوصا کالایی که امنیت روانی میاره و استراتژیک هست و در حالی که در اروپا اصلا مسکن هیچ دق دغدغه نیست که التحاب داشته باشه بعد 20 سال بالا پایین مثلا یه ذره بالا پایین میشه بعد 20 سال ماشین هم ما همینطور ماشین اصلا آرزوی کسی نیست که هر کس اراده کنه فردا میتونه بره ماشین بخره قسطی بدون بهره و پرشه میتونه بخری کارگر ساده توی آلمان ولی در جامعه ما که مدعی هم هستیم عدالت و برابری و مذهبی اینا ای جامعه که صد درصد بیمار بلیده شده توسط ابر میلیاردرها حالا باز گفتم که جوامع سرمایه‌داری صهیونیستی خیلی انسانی تره اونجا حداقل انسان های سروت من هفتاد درصد مالیات میده هرچی درمت بیشتر مالیات بیشتر اما در اینجا برعکسه اصلا مالیات نمیدن طرف با تظاهر و ساخت مسجد و حسینی و اونجور چیزا میاد سر حکومت کل حکومت هم کارمندا رو میخره مدیران میانی رو میخره خود بانک مرکزی هستن دیگه شاه بیت غزل چیه دیگه همه چیز بدبختی که ما داریم نابرابری تزلیق نابرابری به خاطر اینه که بانک مرکزی فقط طبقه اول رو ساپورت کرده این چهل سالی به بهانه که وارد بودن به بهانه که آی من دلم برای مردم سوخته میرم روغن و گوشت از برزیل میارم خطرناک ترین آدم ها آدم های وارد کننده هستن در ساختار حکومت به عنوانی که من دلم برای ملت سوخته الان میرم ماسک وارد میکنم من میرم الان گوش وارد میکنم اینا کثیف خ... ترین و خطرناک ترین آدم های متصل به حکومت کسایی هستن که به بهانه انسان دوستانه میرن از خارج م... کالا وارد میکنم و دو تلویزیون و حکومت هم از اینا تعریف میکنه به به تو چقدر انسان خوبه که به خاطر مردم خودت رفتی برنج آوردی کالا آوردی فلان آوردی در حالی که فساد عظیمی در پشت قضیه وارد کننده ها هست اکثرشون همهشون با پول بانک مرکزی که پول ملت باشه جامعه ما بسیار مشکل داره فعلا جامعه ما ضد مهدویه و مهد مهدی, مهدی میکنیم چراغ روشن میکنیم ولی همه ما ضد مهدوی هستیم چون برابری طلب نیستیم همه ما بردش شدن رو پذیرفتیم حاکمیت طبقه اول میلیاردر رو بر خودمون پذیرفتیم و تو هم دوست داری زندگی لاکچری داشته باشی حق تو البته درسته ولی میگه که اونا باشن یه چیزی مثل لغم سگ بندازن جلوی ما طبقه اول در حالی که در فلسفه مهدویت و برابری آخر از زمانی طبقه نباید باشه طبقه اول میلیاردر را طبقه اول میلیاردر نباید باشه این طبقه های لایایی که من گفتم در سطوحی که تفاوت فردی و تخصص رو پوشش بده مشکل نداره ما طبقه قبل خیلی فرق میکنه قضیهش با تو طبقه قبل من هزار واحد مسکونی میخره تو چهار تا خیلی دیگه لکچری باشی چهار تا بخرید وضعیت خوب باشه و این باید طوری باشه که جهان در دست طبقه ابرمیلیاردر نباشه اصلا طبقه وجود نداشته باشه و این زیباترین آیه قرآن است ما بارها گفتم بچه می میکنم من اعتقاد به قرآن به عنوان کتاب آسمانی ندارم صد درصد یک کتاب میراث تجربی اساتیری و انسانی میدونم و خیلی آیاتشان بسیار زیبا هست که توش من دوستش دارم ولی اون دیدی ندارم که شما فرد دوره به یه ای آیه از قرآن در بره اینو چی میگی؟ من این دفعه میگم قبولش ندارم ولی من برای شما که اعتقاد دارید دارد میگم که اونجا گفته جهان به دست ما خواهد سپرده شد این معنیشی نیست که اون روزی که ما دنیا رو گرفتن طبقه میلیارد میلیاردر وجود دارن اگر طبقه اول میلیاردر وجود داشت و می داشت هرگز اجازه نمیده که مستضعفین به حکومت برسن و جهان رو اداره کنن این معنیش اینه که دیگه طبقه ابر میلیاردر دیگه در دنیا وجود نداره که توی مستضعف تونستی سازگاری ایجاد کنی ماشین بسیار پیچیده عدالت رو کش کنه که شاید توش ها فاکتور پیچیده حتی احساسی و عاطفی و روانی و روحی و عشقی رو هم در نظر میگیره گفتم که توجه به یک عشق پیرزن صد و دو ساله نابینای مادرزاد و روی تخت آساشگاه کهریزک اگر یک روز صبح جمعه تعطیلی اشکی از کنار چشمش بیاد تو مسئولشی ولی در عدالت پیشرفته ماشین عدالت پیشرفته تمام این تک تک اشکا از این آدمایی که دل درد بند دارن رسد میشه و توجه میشه و این اون عدالت پیشرفته است این بس خیلی میشه با هم صحبت کنیم پاینده باشید و بدرو